He's a Zurich. انفجار مهیب در پایتخت لبنان، دست کم 10 نفر کشته شدند. آیا این حادثه با بحران سیاسی لبنان ارتباط دارد؟ این سوال را از فواز جرجیس، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لندن می‌پرسیم. در ادامه برنامه قرار شد که فاصله گذاری ها حداقل 2 متر باشد. قرار شد که ماسک پروتکل جدید وزارت بهداشت برای برگزاری کنکور، حوزه های آزمون فقط با 20% ظرفیت پذیرای داوطلبان می شود. از یک ویروس شناس می پرسیم این پروتکل ها چقدر می تواند خطر شیوع را کاهش دهد. بعضی از بچه‌ها اصلا دسترسی به اینترنت نداشتن. تأثیر کرونا بر دانش آموزان، آیا همه شرایط حضور در کلاس های آنلاین را خواهند داشت؟ و دیسکوی ایرانی در سینمای ماشین رو در دوسلدورف آلمان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. انفجاری بزرگ ساعتی پیش بیروت پایتخت لبنان را لرزاند. شدت انفجار که گفته می شود در منطقه بندری شهر اتفاق افتاده به حدی بود که تا فاصله چند کیلومتری شیشه های ساختمان ها را شکسته. منابع امنیتی در لبنان حالا می گویند دست کم 10 نفر در این انفجار کشته شدند و صدها نفر زخمی. خبرگزاری دولتی لبنان گفته انفجار در پی آتش سوزی در یک انبار مواد محترق رخ داده. با این حال وقوع آن در آستانه صدور رأی دادگاه مورد حمایت سازمان ملل درباره کشته شدن رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 گمان زنی هایی پدید آورده. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول اما گزارشی از مهداد فرهمند. به انفجار اتمی میماند، اما مسئولان میگویند ترقه و فشفشه بوده. مواد آتش بازی در انبار شماره 12 بندرگاه بیروت. اما بازار شایعات رونقش بیشتر از اعلامیه‌های رسمی است. بلافاصله شایع شد که اسرائیل انبار مهمات حزب الله را در بندرگاه بیروت با موشک زده. این خبر به روزنامه اسرائیلی هارس نسبت داده و به صورت گسترده در سراسر جهان عرب پخش شد. اما نه هارس و نه هیچ رسانه اسرائیلی چنین خبری پخش نکردند. هیچ یک از مسئولان اسرائیلی هم تا این لحظه چیزی درباره انفجار بیروت نگفتند، نه رسمی و نه غیر رسمی. در لبنانی که همین اخیراً جنوبش صحنه درگیری با اسرائیل بود و هر آن انتظار حمله ای از اسرائیل می رود، باور کردن اینکه انفجار با چنین عظمتی را ترقه و فشفشه آفریده سخت است. اما اسرائیلی ها هم فعلاً دارند خبر را از رسانه های لبنانی گزارش می دهند. گستره خسارات ناشی از انفجار از میدان شهدا در مرکز شهر بیروت تا ضاحیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت را در بر می‌گیرد. همه گروه‌های سیاسی مخالف و موافق در این گستره وجود دارند. لبنان سالیان سال بود انفجاری چنین فراگیر و با چنین گستره‌ای ندیده بود. مرتضی فرهمند، بی بی سی. فواز جرجیس، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لندن به ما پیوسته. آقای جرجیس، شما هم قطعا در یک ساعت و نیم یا 2 ساعت گذشته در حال پیگیری موضوع از رسانه های لبنانی بودین. رسانه ها چه میگن در این مورد؟ خب فکر میکنم گمان زنی خیلی زیاد هست در این لحظه خاص، اما یک چیز خیلی روشنه. طبق مقام های لبنانی که در محل حاضر شدند، این یک آتش سوزی، یک حریق در یک انبار مواد آتش بازی نبوده و یک تصادف هم نبوده. این یک انفجار
بسیار بسیار عظیم بوده یا انفجارهای خیلی عظیم بوده. رسانه‌های لبنانی از دو انفجار خیلی عظیم صحبت می‌کنند که دست کم 10 نفر رو کشته و بسیاری بسیاری از افراد رو هم زخمی کرده و لطمات اون تا کیلومترها دیده شدن در مناطق مختلف. در حال حاضر مقام‌های امنیتی عالی رتبه لبنان میگن که این یک انفجار یا حمله انفجاری فاجعه‌آمیز بوده به گفته اونها و شهردار بیروت هم از همه مقام ها خواسته که بیروت رو منطقه فاجعه زده و سانحه زده اعلام کنند. بنابراین در کل دقیقا نمیدونیم که چه کسی این کار رو مرتکب شده و یا اینکه آیا این یک کشوری یا عواملی پشت اون بودن و مسئول بودن، اما چیزی که میدونیم اینه که تصادف نبوده، حادثه نبوده، برای اینکه گستره اون و شدت اون داستان دیگری رو روایت میکنه. همزمان با صحبت‌های شما داریم تصاویر زنده از بیروت رو هم میبینیم. همچنان آتش سوزی ادامه داره، هنوز نتونستن آتش رو خاموش بکنند آتش نشان ها و همونطور که شما گفتید تصاویری هم که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود نشون میداد چه انفجار بزرگی شکل گرفته در بندر بیروت. شاید همزمانی این حادثه با اتفاقات دیگری که در لبنان افتاده در چند روز گذشته و در چند ماه گذشته و آنچه که قرار هست روز جمعه اتفاق بیفته خیلی ها رو، یعنی گمانه‌زنی هایی رو همونطور که خودتون هم گفتید ایجاد کرده. تحلیل شما چه هست؟ من فکر می‌کنم که باید هوشیار و مراقب باشیم در قبال به خصوص تئوری‌های توته. ما در لبنان طبیعتاً خیلی آشنا هستیم با تئوری‌های توته که خیلی رواج دارن، اما باید منتظر شواهد و مدارک باشیم. رئیس جمهور لبنان خواستار ملاقات شورای دفاعی کشور شده که بالاترین مرجع هست و گزارش‌هایی بوده که دختر و همسر نخست وزیر آقای دیاب مجروح شدند. و به خاطر داشته باشید لبنان از نظر اقتصادی سقوط کرده، لبنان الان یک بحران هویتی و موجودیتی باش مواجه هست، واحد پول کشور 80% ارزشش رو از دست داده، تنش‌های جدی داریم بین حزب الله و اسرائیل در جنوب کشور، اسرائیل در عمل قلمرو لبنان رو هر روز بهش تجاوز میکنه، دو طرف تفنگ‌های خودشون رو به سمت هم نشانه رفتن، طبقه سیاسی لبنان عمیقا دو قطبی شده یا چند قطبی شده. بنابراین تئوری‌های زیادی در جریان هست و شنیده میشه. نظر من اینه که با توجه به گستره و شدت این حمله یا این حملات که حتی در جنگ جهانی، جنگ داخلی ما بین 1975 و 1990 سابقه نداشت، چنین فاجعه‌ای، چنین انفجاری با چنین ضایعاتی و صدماتی رو شاهد نبودیم، به اینقدر بزرگ هست در بیروت یا حتی در حومه بیروت و کوههای اطراف شنیده شده. آقای ججس، بسیاری زمانی که این انفجار هم اتفاق افتاد با توجه به اینکه جمعه قرار هست رأی دادگاه رفیق حریری بیرون بیاد و هنوز کسی نمیدونه، به صورت غیابی تعدادی محاکمه شدند، جمعه باید منتظر چه باشیم؟ بدون اینکه در نظر بگیریم که همین حالا هم میدونیم علت این حادثه ممکن است به هیچ عنوان ربطی به اون مسئله نداشته باشه، اما جمعه باید منتظر چه بود؟ اگر از من بپرسید که لبنانی‌ها چه احساسی درباره این ماجرا، این محاکمه دارن، اونها بسیار مضطرب هستند در این ارتباط. بسیار از لبنانی‌ها احساس می‌کنند که حکم این دادگاه احتمال زیادی داره که جامعه لبنان را از این هم بیشتر چند قطبی کنه. انتظار میره که این دادگاه بین المللی تعدادی از لبنانی ها رو که مرتبط هستن با حزب الله محکوم کنه. خب متاسفانه ارتباطمون با آقای ججس قطع شد. فواز ججس بود، استاد دانشگاه خاورمیانه در دانشگاه لندن با ما.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده 170 شهرستان از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند، اما با این حال گفته آزمون ورودی دانشگاه در تاریخ مقرر یعنی حدود 17 روز دیگه برگزار میشه. این وزارت همچنین تاکید کرده مقررات بهداشتی مراسم ماه محرم هنوز نهایی نشده و در دست تدوینه. در همین حال پزشکان هشدار دادن که تجمعی میتونه به گسترش ویروس دامن بزنه. شیدا هوشمندی گزارش میده. همزمان با افزایش شدید شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران، موضوع تعویق برگزاری کنکور در هفته‌های اخیر محل بحث بوده. منتقدان برگزاری کنکور این پزشکان و کارشناسان بهداشتی بودند در خط مقدم مبارزه با کرونا. موافق اصلی برگزاری این امتحان سراسری دولت بود که عملکردش در مقابله با شیوع کرونا مورد پرسش است. سرانجام در کشاکش این دو گروه دولت پیروز شد. قطعاً در یک چنین شرایطی وزیر بهداشت ایران میگوید که کنکور سراسری امسال در ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. متفاوت ببینیم، قرار شد حدود 20% بیشتر فضای اشغال هر سالن یا محل برگزاری نباشد. قرار شد که فاصله گذاری ها حداقل 2 متر باشد. هفته گذشته کنکور مقطع دکترا بعد از چند هفته اما و اگر برگزار شد. وزارت بهداشت میگوید که پروتکل های بهداشتی در برگزاری این آزمون رعایت شد، ولی بعضی از داوطلبان میگویند وضعیت سالن های برگزاری نامناسب بوده. مراسم عزاداری محرم هم بدون هیچ تغییری برگزار می شود. بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت که بیشتر شبیه به توصیه است، مانند این موارد. انجام عزاداری در محیط‌های باز با حفظ فاصله فیزیکی، زدن ماسک توسط عزاداران، پرهیز افراد مسن و دارای بیماری‌های مزمن از شرکت در مجالس عمومی، اولویت برگزاری مراسم در فضای باز، استفاده از زنجیرهای شخصی، استفاده نکردن از تبل و سنج و دمام و دیگر ادوات. همزمان با این تصمیم‌های دولت، شمار مبتلایان در ایران با سرعتی بالا در حال افزایش است. این آمار رسمی امروز است به روایت سخنگوی وزارت بهداشت ایران، آماری که در دقیق بودن آنها تردید جدی وجود دارد. طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2751 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 17617 نفر رسیدند. داده های پزشکی و فهرست های از موارد قطعی و مشکوک به کووید 19 در ایران به دست بی بی سی رسیده که نشان می دهد دست کم تا پایان تیر ماه شمار واقعی جانباختگان حدود 3 برابر ارقامی بوده که دولت گزارش می دهد و تعداد واقعی مبتلایان 1.5 برابر آمار رسمی. تحقیقات بی بی سی که پیشتر منتشر شد نشان داد که دولت درباره تاریخ رسیدن ویروس به ایران و آغاز اپیدمی پنهانکاری کرده. دولت اما از عملکرد خود دفاع می کند و می گوید جریانی قصد تحریف موفقیت‌هایش را دارد. دفاع دولت از عملکردش در حالی است که پزشکان مطلع در ایران به بی بی سی گفتند که فشارهای امنیتی باعث شد که اعلام ورود این ویروس به ایران به تأخیر بیفتد. آمار مبتلایان حتی به روایت رسمی هم رو به افزایش است. 14 استان در وضعیت قرمز هستند و وضعیت در بعضی از آنها وخیم گزارش شده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دکتر محمود رضا پورکریم، متخصص ویروس شناسی از لبون بلژیک با ما هستند. آقای پورکریم، به هر روی قرار شده که کنکور برگزار بشه، یه سری پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت حالا اعلام کرده، از جمله این که همه باید ماسک بزنن، فاصله 1.5 تا 2 متری. اگه بخوایم تک تک این شاخصه‌های این پروتکل رو نگاه کنیم، نظرتون راجبشون چیه؟ سلام و شکر خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، من ابتدای صحبتم عرض کنم خدمت شما که ما آینده روشنی نداریم برای اینکه تصمیم بگیریم که یک چیزی مثل کنکور رو که جزء تکامل فرزندانمون شده بخوایم این رو
پستپون کنیم و بخوایم به تعویقش بندازیم. لذا امروز خیلی بهتر استش امروز برگزار بشه تا فردا و پاییز آمدن و عفونت‌های دیگر تنفسی از جمله اینفلوئنزا این کار رو سخت‌تر خواهد. پروتکل‌های بهداشتی که قرار هست که تثبیت کنن معمولاً بایستی متمرکز باشد برای اینکه ما بتوانیم ازدحام رو هر چقدر که میتونیم بشکنیم و این گروه ها رو کوچیکتر و کوچیکترشون بکنیم، تعداد نفراتی رو که در یک فضا وجود دارن رو به شدت کم بکنیم. اجازه بدید من همینجا عرض کنم که اگر ما بخوایم قشنگ رفتار کنیم، قشنگ مدیریت کنیم، بایستی کارهامون رو سه دسته کنیم: لوجستیک قبل از امتحان، زمان امتحان و بعد از امتحان. اگه ما بتونیم یک سامانه تعریف کنیم برای اینکه بچه‌هامون وقتی که ورود پیدا می‌کنن به حوزه امتحان با هم وارد نشن و کسانی که میشینن توی کلاس آ مثلا زودتر وارد بشن و بشینن اونجا و کلاس ب بعدتر وارد بشن، این ازدحام ورود رو هم میتونیم جلوش رو بگیریم. بچه‌هایی که میشینن تو این کلاس‌ها بایستی از تهویه مطلوب بهره‌مند بشن و بتونن درها و پنجره‌ها رو باز کنن. به فرم ردیف صندلی‌ها توجه کنیم، موازی نشینن. بهترین کار اینه که تو این فضا به فرم زیگزاگ بشینن که بتونن فاصله اجتماعی رعایت کنن. تا میشینن اونجا بتونن دست‌هاشون رو با الکل جل تمیز کنن. ببینید ما وقتی فکر می‌کنیم مسئله حل می‌کنیم و امتحان می‌دیم، صورتمون رو و اجزای صورتمون رو لمس می‌کنیم، دستمون تمیز باشه قبلش. حالا این قضیه در حال امتحان هستش. بعد که میخوان خروج هم بکنن، بچه‌ها بایستی بدانن که چه ساعتی سالن آ خالی میشه، چه ساعتی سالن ب خالی میشه. بیرون هم هیچ ازدحامی نباشه. اینها به ما خیلی کمک میکنه. ضمن این که من عرض کنم اگر ما همه پروتکل‌ها رعایت کنیم، در اون فضایی که بچه‌ها نشستن، درها باز باشه، ونتیله بشه و فاصله ها خوب باشه، نیازی به اون صورت نیست. اجباری نبایستی کرد ماسک رو. اگه فاصله ها رعایت بشه، بیشتر از 2 متر باشه و ونتیلاسیون خوبی انجام بشه. خب. کسی که ممتحن هست و مراقب هست نبایستی بین اینها تردد بکنه. اینها چیزهایی است که بایستی تذکر داده باشه. و آخر کار این که اون سامانه به ما اجازه بده نهایتاً بعد که بچه‌ها محل امتحان رو ترک کردن، اگر خدایی ناکرده بعد از مثلا 2-3 روز یک کدوم از بچه‌ها احیاناً در خیلی خیلی به قول معروف worst case‌اش احساس سردردی چیزی داشتن، تو اون سامانه وارد کنن احساس طبیعی سردردی سرفه‌ای و اون سامانه اون کسانی رو که در اون کلاس با ایشون نشستن خبردار کنن و تمهیدات بهداشتی در مورد اینها مدیریت. خب به نظر اینها چیزهایی که میتونه کمک بکنه، ولی حداقل در کنکور دکترا که برگزار شده ظاهرا اونقدر اینها رعایت نشده. فکر کنم شما هم خودتون در جریان هستید که یه اشکالاتی اونجا وجود داشته. بله. ببینید ما این اولین جزء اولین امتحانات سراسری هستش که با وجود کرونا داره برگزار میشه. قطعاً بایستی اینها تجربه بشه، توی امتحانات بعدی رفت بشه و بتونیم به بهترین کیفیت برسیم. فقط منیجمنت و فقط مدیریت هستش که میتونه به این کار سر و سامان بده و ما بتونیم به حداقل ریسک انتقال عفونت برسیم. یکی از بندهای این پروتکل بهداشتی که معاون وزارت بهداشت اعلام کرده اینه که هوا باید تهویه بشه، اما تهویه خودشون هم گفتن که کولر تهویه محسوب نمیشه، برای اینکه تهویه شما نیاز دارید که فیلتر بشه هوا، و گفتن که باید هر جایی که هست حتما پنجره باز باشه. خب بنابراین کار عملا سخت میشه دیگه، یعنی با وجود حتی کولر هم ممکنه کار رو بدتر بکنه. نه ببینید، تهویه به معنای فیلتراسیون نیست. تهویه به معنی این است که ما فشار ایجاد کنیم، از یک طرف هوا رو وارد کنیم و از یک طرف هوا رو خارج کنیم. بعضی از جاها که با من تماس گرفتن، من بهشون گفتم که خب شما میگید که ما فن گذاشتیم که هوا رو خارج کنه، هوا رو چجور داخل میکنید؟ گفتن ما از کولرهامون استفاده میکنیم. این کار خوبی است. اگر کولر داشته باشیم بایستی حتما دری هم باز باشد. اگر کولر نداشته باشیم در و پنجره هر دوتا بایستی باز باشد. امتحان بایستی در جاهایی برگزار بشه که امکان تهویه هوا وجود داشته باشه. امکان این باشه ما یه عالمه مدرسه داریم، یه عالمه مسجد داریم، یه عالمه سالون داریم، سالون ورزشی داریم. اینها اگر که بتوانن این امکانات رو فراهم بکنن، این لوجستیک رو براش فراهم بکنن،
قطعا با بهترین کیفیت میتونن برگزار بکنن. مدیریت خوب خواهد داشت. آقای دکتر اگه خیلی کوتاه هم بفرمایید در مورد رفت و آمد کسانی داوطلب ها به مراکز برگزاری کنکور، چون بیش از 1,000,000 نفر قرار هست برن امتحان بدن، فکر میکنید چطور باید به مراکز برن؟ ببینید اگر این سامانه تعبیه بشه و به من بگه که شما داوطلب این شماره، وقتی شماره رو وارد میکنم به من بگه که امتحان ساعت 9 صبح شروع میشه، شما گروهتون کلاس آ مسجد مدرسه مثلا شهید شرافتیان شیراز هستید، کلاس آ هستید و شما ورود کنید بین ساعت 8 و 10 دقیقه تا 8 و 30 دقیقه، این بهترین موقعیته که من ورود کنم. گروه ب وقتی وارد میشه من رو نمیبینه، من اونها رو هم نمیبینم. این بهترین کار هست برای اینکه ازدحام ورود نداشته باشیم. برای خروج هم همینطور، کلاس ما زودتر تعطیل بشه، زودتر بره بیرون کلاس، اینا باید هماهنگی بشه. یعنی فوق العاده ما احتیاج به هماهنگی تمیز و خوب و شسته رفته داریم تا از ازدحام جلوگیری کنیم. بعد از اینکه بچه‌ها هم از حوزه خارج شدن توقف نکنن و برن، هزار جور امکانات هست که با هم دیگه در تماس باشن که چه کار کردن، امتحان رو و نتایج رو با هم مقایسه کنن اگر دلشون میخواد مقایسه. ممنونم از شما آقای دکتر. دکتر محمود رضا پورکریم، متخصص ویروس شناسی. اما در شرایطی که مشکلات تحصیلی برای میلیون ها دانش آموز ایرانی از بهار امسال همچنان به قوت خودشون باقیان، نزدیک شدن سال تحصیلی جدید و ادامه بحران کرونا چالش های بیشتری رو پیش روی مسئولان آموزشی و بهداشتی گذاشته. در سایر نقاط جهان هم ویروس کرونا باعث محرومیت میلیون ها کودک از تحصیل شده و صدمات جبران ناپذیری به نظام های آموزشی زده. سیاوش اردلان در گزارشش نگاهی به این مشکلات و چالش ها انداخته. هیچ چیز مثل ویروس کرونا نتوانست نابرابری های جامعه را این چنین عیان کند، مثل نابرابری در فرصت های تحصیلی که به گفته دبیرکل سازمان ملل یک فاجعه بین نسلی را رقم خواهد زد. قبل از کرونا 250 میلیون کودک در دنیا مدرسه نمی رفتند و تنها 25% دانش آموزان کشورهای کم توسعه با مهارت‌های ابتدایی فارغ التحصیل می شدند. ولی حالا با فاجعه روبرو هستیم که می تواند باعث به هدر رفتن ظرفیت‌های فراوان و به باد رفتن دستاوردهای ده‌ها سال گذشته شود. دبیر کل سازمان ملل نگران این است که صدها میلیون کودک فقیری که در دنیا خانه نشین شدند غذای کافی نخورند یا اینکه مجبور به ترک تحصیل شوند. اگر دختر باشند مجبور به ازدواج‌های ناخواسته شوند و اگر پسر باشند به کسب درآمد فکر کنند. مثل این دانش آموزان ایرانی که تعطیلی مدارس آینده تحصیلی آنها را به مخاطره انداخته. مدرسه‌اش کن کنیم؟ قرار بود یک سامانه به اسم شاد کمک کند محصلان با گوشی های تلفن و اینترنت از درس ها عقب نیفتند. اما سامانه شاد حکایت غمگینی از محرومیت دست کم 25% محصلانی شد که خانوادهشان پول گوشی 3 میلیون تومانی و اینترنت پرسرعت را ندارند. بعضی از بچه‌ها اصلا دسترسی به اینترنت ندارن چون گرون‌ترن بسته ها حجمشون. با علی کوچولو خندان صدا و سیما هم کوشید که از طریق تلویزیون جای خالی کلاس‌های درس حضوری را پر کند، از شبکه پویا تا شبکه دو و شبکه آموزش. تلویزیون رو به کمک گرفتیم، هم سال گذشته هم امسال با تمام انرژی و تمام قدر صدا و سیما اومد تو میدون. نتیجه بخش بودن شیوه های جدید بشر برای انتقال دانش به نسل‌های آینده زمان می‌برد. خیلی ها امیدوارند همه اینها توفیق اجباری برای متحول کردن نظام‌های آموزشی و رفع نابرابری‌های تحصیلی باشد. اما تا الان اینطور نبوده. پیش‌بینی می‌شود حدود 10 میلیون محصل در سراسر جهان دیگر به مدرسه باز نگردند. در ایران چنین برآوردی وجود ندارد و معلوم نیست چند نفر مثل این دانش آموزان سابق دیگر هرگز به کلاس درس باز نخواهند گشت. سعی میکنم تا کلاس مثلا 12 بخونم. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای اینکه ببینیم شرایط در لندن و مدرسه های لندن به چه شکله، جیمز کلی رو داریم، مدیر مدرسه ابتدایی کرایست چرچ از همین شهر با ما. آقای کلی خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. کمی بهمون بگید که شما برای بازگشایی مدارس چه کردید؟ مدارس شما هم باید به زودی باز بشه، درسته؟
بله درسته، ما انتظار داریم که در ماه سپتامبر یعنی ماه آینده مدرسه رو باز کنیم و بنابراین برای آماده شدنمون از اواسط ماه قبل مدرسه رو باز کردیم برای نیمی از دانش آموزان و مشغول بر تدارک گزارش های برآورد ریسک و خطرات بودیم و تدابیر اضافی و احتیاطی برای اینکه دانش آموزان رو امن نگه داریم و همچنین پاسخ بدیم به نگرانی های والدین اونها از اینکه اگر نگرانی هستن که بخوام بچه‌شون رو به مدرسه دوباره در ماه سپتامبر ماه آینده بازگردونم. اتفاقا می‌خواستم راجع به همین ازتون بپرسم، نگرانی والدین و نگرانی معلم‌هایی که می‌خوان به مدرسه بیان و تدریس بکنن، چقدر این نگرانی بهتون منتقل شده؟ خب در مورد معلم ها من ملاقات های مختلفی، جلسه های مختلفی برگزار کردم و تمرکزمون روی توصیه های بوده که هر روز در چند ماه اخیر دولت به ما داده و همچنین مقام های دولت محلی و همچنین این توصیه ها رو استفاده کردیم در تدارک و تهیه گزارش های بررسی ریسکمون، اینکه چطور میخوایم که معلم ها رو ایمن نگه داریم، چطوری به اونها ماسک یا تجهیزات محافظتی لازم رو بدیم، همچنین راهنمایی هایی و سیاست هایی که تدارک دیدیم برای اینکه در مدرسه، در داخل مدرسه چه کار میشه کرد، چه کار نمیشه کرد. مثلا معلم ها دور هم جمع نشن قبل از اینکه میخوان برن به کلاسشون و درس بدن. این اطلاعات رو در اختیار پرسنل و همچنین والدین گذاشتیم. مثلا به والدین گفتیم که چطور میخوایم بچه ها رو در داخل کلاس خودشون نگه داریم و چطور این گروه های هر کلاس رو از کلاس های دیگر مجزا نگه داریم تا اینکه ریسک، خطر آلودگی و منتقل شدن ویروس رو در حداقل حد خودش نگه داریم. چطور دست بچه ها رو بیشتر بشوریم، بهشون یاد دادیم چطور دستشون رو بیشتر و بهتر بشورن، چطور این رو بخشی از اون روتین روزمره اونها بکنیم و چطور اونها رو ببریم به سمت اون دستشویی‌هایی که تدارک دیدیم با ژل و صابون برای اینکه دست خودشون رو بشورن. در این زمینه چه کار می‌خوایم بکنیم؟ با پرسنل نظافت تماس گرفتیم، از اونها خواستیم که اضافه کاری کنن قبل از شروع کلاس، قبل از شروع مدرسه تا محل رو بهداشتی نگه دارن. آقای کلی، شما هم تجربه تازه‌ای کردید به هر حال بعد از این همه‌گیری ویروس کرونا و عملا خیلی ها رو به دانش آموزا رو به منزل فرستادید. در این دوره آموزش های غیر حضوری یا آنلاین داشتید، تجربتون از اون چیه؟ Yes, we used our school website as the tool. بله بفهمید. Yep, we used our school website in order to as a learning platform. ما از وبسایت مدرسه هم استفاده کردیم برای به عنوان یک پلتفرم یادگیری و بعد روزمره دانش آموزان رو آزمایش کردیم. معلمای ما درس های رو روی ویدیو ضبط کردن، ویدیو کلیپ درست کردن، از طریق ایمیل درس ها رو بهشون فرستادیم. بعد سعی کردیم که اینو مانیتور کنیم، یه مدت بازبینی کنیم و بعد ببینیم که چه واکنشی و چه بازخوردی داشتیم برای این درس های ویدیویمون. بچه‌هایی که امکان دسترسی به اون رو داشتن، ما بهشون فیدبک و بازخورد پیوسته دادیم، بهشون کمک کردیم که چطور فراگیری خودشون رو بهتر کنن. طبیعتاً بچه‌هایی هستن که به دلایل مختلف دسترسی به این سیستم ایمیل ها ندارن. تلاش کردیم که با خانواده اونها در تماس باشیم و به صورت کاغذی درس ها رو در اختیارشون قرار بدیم تا و همچنین به اونها هم خواستیم که ساپورت آنلاین بدیم اگر ممکن بوده تا اینکه بتونن به این آموزش ما دسترسی داشته باشن. ممنونم از شما. جیمز کلی، مدیر مدرسه ابتدایی کرایست چرچ از لندن با ما. برای بحث بیشتر در این مورد، در مورد وضعیت ایران، احمد بخارایی با ما هست، جامعه شناس و مدیر گروه مسائل آسیب های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران از تهران. آقای بخارایی، ممنون که وقتتون رو به ما دادید. کمی شما بگید که تجربه مدارس ایران چه بوده از وقتی مقایسه میکنیم با اونچه که مثلا در لندن اتفاق افتاده. در ایران هم آموزش های غیر حضوری راه افتاد، آیا موفق بود؟
سلام دارم به شما و همه بینندگان محترمتون در هر جایی که هستن. ببینید، ما در دانشگاه ها در تقریبا 4-5 ماه اخیر با مشکلات عدیده مواجه بودیم که مهمترینش به روند آموزش برمیگشت، به این معنا که ارتباط استاد مربوطه و دانشجو با مشکل مواجه بود، حالا به واسطه سرعت اینترنت یا به واسطه اینکه پیش بینی های نپذیرفته بود. و نهایتا اون چیزی که ما شاهدش بودیم در امتحانات پایان ترم، تقریبا حالا یا بگم تحقیقا بهتره، که من خودم در دانشگاه بودم، بیش از 150 دانشجو داشتم در مقاطع مختلف و همکاران دیگر، عملا به این نتیجه رسیدیم، خروجی رو میخوام عرض بکنم که شاید خودش یک علت دلیلی بتونه باشه بر این مدعای من، عمدتا دانشجوها از اون کیفیت لازم برخوردار نبودن و نمراتی که بهشون تعلق گرفت شاید بیش از 60-70 درصدش بنا به شرایط خاص بود که به دانشجو داده شد. یعنی دانشجو شاید 30% مطلب رو فرا گرفته بود و عملا 70-80% نمره رو میگرفت و ما عملا با مشکلات جدی مواجه بودیم. البته حالا دانشگاه با دانشگاه هم تفاوت‌های اساسی خودش رو داشت. فکر می‌کنید در سال آموزشی جدید که خب شما صحبت از دانشگاه‌ها کردید و همینطور می‌دونیم که الان کنکور داره برگزار میشه، سال آینده هم چند صد هزار به هر حال دانشجو به دانشگاه‌ها دوباره وارد میشن، فکر می‌کنید شرایط چگونه خواهد بود؟ من تصور نمی‌کنم شرایط ما خیلی متفاوت از گذشته باشه. حالا طبیعتاً به طور منطقی نمیشه گفت این همانی اتفاق میفته، یعنی دقیقاً همون کاستی ها، ولی اونچه که من مشاهده میکنم در دانشگاه ها شاید در بشه گفت حدود 80% تطابق داشته باشه با روند گذشته که همون روند معیوب آموزش و پژوهش. من میخوام این عرض بکنم ما حتی قبل از کرونا هم در دانشگاه هامون با مشکلات عدیده آموزشی و پژوهشی مواجه بودیم. یعنی اون انتظاری که از دانشگاه میره، اون انتظاری که از عضو هیئت علمی میره، اون انتظاری که از دانشجو میره که با رغبت بیاد، با علاقه بیاد درس بخونه، علم آموزی بشه، جزء اهداف آموزش عالی این هست که افراد متخصص بنابر نیازهای جامعه تحویل جامعه داده بشه، این روند قبل از حتی کرونا در سال گذشته در نیم سال اول سال تحصیلی 98-99 حتی اونجا هم کمتر اتفاق می افتاد. به طریق اولا این مسائل در شرایط کنونی تشدید میشه. میخوام این رو توجه شما رو به این موضوع جلب بکنم که ما مشکلاتی که در آموزش عالیمون داریم فراتر از بحث کرونا هست. حالا این معضلی که پیش اومده این داره تشدید میکنه و ما که در آموزش عالی نگاه پرابلماتیک و مسئله یابانه میخواییم به آموزش عالی داشته باشیم، از جمله همین بحث کنکوری که الان مطرح هست، از زوایای متعدد به این قضیه نگاه میکنیم. از جمله همین کنکور که موضوع بحث بود، شما ببینید چرا باید در ایران کنکور از یک ویژگی هایی برخوردار بشه که انقدر التهاب ایجاد بکنه، انقدر تعیین کننده بشه، انقدر باز تبعیض رو دامن بزنه، به این معنا که چرا این کنکور به عنوان یک علت، به عنوان یک عامل، یک شاخص میاد عملا دانش آموزانی که از امکانات خاصی برخوردارن میتونن برن مدارس خوب نمونه دولتی یا مدارس غیر دولتی یا سمپادها، که سال گذشته میدونید در سال 98 تمام نفرات برتر اصطلاح برتری که ورود پیدا کردن به دانشگاه ها تماما بدون استثناء از این دانشگاه ها، از این مدارس بودن، مدارسی که استعدادهای درخشانن یا نمونه دولتی یا غیر دولتی. من میخوام توجه شما رو ببرم به سمت دیگری که چه میشود که یک پدیده مثل کنکور اونقدر برجسته میشه، خاص میشه و حاد میشه که اون موضوع صحبت. آقای بخارایی، آیا راههایی الان خیلی از دانشگاه ها تدریس آنلاین رو خب پیش رو گرفتن و دارن امتحان میکنن، آیا این امتحان شد در ایران و زیر ساخت ها جواب داد یا نه؟
نه ما من خودم که دانشگاه پیام نور هستم، میدونید دانشگاه پیام نور نماینده اون اوپن سیستم اوپن یونیورسیتی هستش در دنیا که 3-4 دهه از عمرش میگذره و در ایران در قبل از انقلاب تأسیس شد و ادامه پیدا کرد و میدونید که در دانشگاه های غیر حضوری آموزش از راه دور، آموزش مجازی بخش اصلی کار هست. حالا من که 20-25 ساله در دانشگاه پیام نور هستم که باید طبیعتاً در دانشگاه ما این به صورت خیلی برجسته و قوی اجرا بشه، ما در این قسمت به شدت دچار مشکل بودیم و ما ارتباط مجازی اینترنتی قوی مستمر دائمی با دانشجو در زمان گذشته نداشتیم، قبل از کرونا رو عرض میکنم و در زمان اکنون هم به همین هم عرض کردم که خیلی دست و پا شکسته و گاهی اوقات تأسف بار روند فعلی آموزش عالی در ایران داره دنبال میشه. ممنونم از شما آقای بخارایی. احمد بخارایی جامعه شناس از تهران با ما. دوچرخه سواری زنان در مشهد ممنوع شد. رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی اعلام کرده ستاد امر به معروف و نهی از منکر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مشهد رو به اجرا گذاشته. دوچرخه سواری زنان پیشتر هم در سبزوار در غرب خراسان رضوی ممنوع اعلام شده بود. در قوانین ایران هیچ قانونی که دوچرخه سواری رو جرم بدونه وجود نداره. مریم افشنگ همکارم با ما هست در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. مریم کمی بهمون بگو که چه شده که به ناگهان این خبر اعلام شده. ببین چیزی که گفته میشه اینه که معلوم نیست که این باز اعمال قانونه، که همونطور که گفتی در هیچ جای قانون ذکر نشده که زنان نمیتونن دوچرخه سواری کنن، یا اینکه باز اعمال سلیقه های شخصیه. اتفاقی که افتاده اینه که ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی این رو به اجرا گذاشته و از طرفی رئیس هیئت دوچرخه سواران این استان گفته که مجوزهای مربوطه صادر شده و دوچرخه سواری زنان ممنوع شده، چاره هم جز تبعیت نداره. میگن که تلاش میکنن این محدودیت ها برای زنانی که به هنجارهای شهر مشهد پایبند هستن برداشته بشه. آقای مهدی روزبهانه که رئیس هیئت دوچرخه سواران هست گفته که برقراری این محدودیت ها به دلیل زنانی بوده که بدون رعایت صحیح حجاب بودن و به گفته اون استفاده از لباس های زننده میکردن. این داستان در واقع از یک ماه پیش شروع شد که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد مخالفتش رو با دوچرخه سواری زنان اعلام کرد و گفتش که زنها باید در مکانهای بدور از چشم مردان دوچرخه سواری کنند. به گفته آقای علم‌الهدا اگر زنها در مکانهای عمومی دوچرخه سواری کنند آتش غرایز جنسی جوانان رو برمی‌انگیزد. در ضمن این رو هم چون گفتید در مورد سبزوار، زمانی که در سبزوار ممنوع شد در همین اوایل این هفته، تمام هیئت دوچرخه سواری در اعتراض و در حمایت از زنان در واقع استعفا دادن. و آیا این ممنوعیت جدید واکنشی تا اینجا در پی داشته یا انتظار میره که داشته باشه؟ در هر صورت همین الان که ما تو لندن داریم زندگی میکنیم، مدام از مردم خواسته میشه که با دوچرخه سفر کنن و از در واقع استفاده از وسایل حمل و نقل شهری پرهیز کنن به دلیل کرونا. نه تنها در شهر لندن، در اکثر شهرهای دنیا این اتفاق افتاده. بحث کرونا هست، بحث آلودگی هوا هست، بحث ترافیک هست و مدام داره گفته میشه که مردم استفاده کنن. حقوقدانان میگن که در واقع این جزء حقوق شهروندی و در حقوق شهروندی در واقع نباید قائل به تفکیک جنسیتی شد و این یک جور تبعیض علیه زناست که خب ممکنه ابتلای به کرونا رو هم حتی بالاتر ببره. اگر یادت باشه سال گذشته هم باز این بحث در تهران مطرح شد، زمانی که شهردار تهران سه‌شنبه های بدون خودرو رو اعلام کرد. اون زمان یه اپلیکیشنی به نام بیدود بود که برای همگان بود. یک روز زمانی که خانوم ها میخواستن اجاره کنن، وقتی که جنسیت رو میزدن زن ارور میداد، خطا اعلام میکرد و این امکان رو دیگه به زنان نمیداد که از اون اپلیکیشن بیدود در واقع دوچرخه اجاره کنن. این در حالیه که دولت، خانم ابتکار که معاون زنان ریاست جمهوری هست، گفته که تو قانون
چیزی وجود نداره که زنان از دوچرخه سواری منع بشن و محدودیت قانونی در واقع وجود نداره. ولی همون زمان و همین الان هم گفته میشه که در واقع پلیس، امنیت و دادستانی اصفهان، چون قبلا اصفهان همین مشکل رو داشت و الان مشهد، فشار میارن که در واقع زنها اجازه دوچرخه سواری در شهرها رو نداشته باشن. ممنونم از وقت مریم افشنگ، همکارم از لندن. یکی از مسئولان کاخ موزه گلستان در تهران تایید کرده که تعدادی از آلبوم‌های عکس‌های تاریخی این موزه گم شده. هنوز مشخص نیست که آیا این مجموعه به سرقت رفته یا صرفاً اشتباهی جابجا شده، اما مسئولان موزه کاخ گلستان گفتند مفقود شدن این عکس‌ها رو به پلیس بین‌الملل اطلاع دادن. گفته شده این آلبوم ها مجموعه ایست از عکس های زمان ناصرالدین شاه قاجار که بسیاری از اونها رو خود ناصرالدین شاه گرفته بوده. کسرا ناجی گزارش میده. آلبوم های عکس دوران ناصرالدین شاه در موزه گلستان، آلبوم هایی حاوی بسیاری از عکس هایی از او که علاقه زیادی به هنر عکاسی داشت. عکس های این دوران تقریبا 150 سال پیش از اولین عکس هایی هستند از ایران و مردم ایران، بعد از آنکه ناصرالدین شاه این هنر را از اروپا به ایران آورد. بسیاری از عکس ها در آلبوم های موزه گلستان را خود ناصرالدین شاه گرفته است. حالا خبر آمده که یکی از این آلبوم ها که اعلام نشده کدام است مفقود شده. در پایان اسفند ماه، اواخر اسفند ماه، امین اموال آلبوم خانه کاخ گلستان به بنده اطلاع دادن که در آخرین انبارگردانیشون متوجه شدن که یکی از آلبوم هاشون رو در قفسه نمی کنن و نیازمند این هستن که یک انبارگردانی دقیق برای آلبوم خانه کاخ گلستان انجام بشه. البته به جهت اینکه ما نیاز بود برای پیشگیری از هر گونه در واقع مشکل سوء، تصاویر مربوط به اثر برای پلیس اینترپول ارسال شد و مکاتبات لازم برای واحدهای ذی‌صلاح وزارتخانه مطبوع ارسال شد و کار در دست پیگیری هست. کاخ گلستان که حالا موزه کاخ گلستان است، یکی از مهمترین مراکز جذب توریست ایران است که تاریخش به زمان شاه عباس صفوی برمی‌گردد، حدود 400 سال پیش. این کاخمات در دوران قاجار شکوه و اهمیت تازه پیدا کرد با انتخاب تهران به پایتختی ایران و استفاده شاهان قاجار از این کاخ. آلبوم های عکس این موزه عمدتاً مربوط به دوران ناصرالدین شاه است. مسئولان موزه میگویند فهرست برداری از اسناد و آثار این موزه ادامه دارد. این انبارگردانی آغاز شده و در خصوص مفقود شدن اثر ما زمانی به صورت قطعی میتونیم اعلام کنیم که این انبارگردانی به اتمام برسه، به دلیل اینکه بررسی‌های اولیه توسط بخش حفاظت ما مشخص شد که هیچ گونه نشانه ای از سرقت مشاهده نمیشه و به همین دلیل موضوع مفقودی اعلام شده و تا زمانی که این انبارگردانی انجام نشه ما هیچ نظری در مورد بحث مفقود شدن آلبوم نمیتونیم قطعیتش رو بگیم. بسیاری از عکس ها در آلبوم ها از به اصطلاح اندرونی دربار ناصرالدین شاه است که خود او گرفته است. عکس هایی که از ارزش بیشتری برخوردارند، اگرچه به گفته متخصصان بازار هنر فروش آثار به سرقت رفته چندان آسان نیست. خرید و فروش اشیاء تاریخی خیلی تحت نظره و به جز اینترپول یه لیست بین‌المللی هست به نام Art Loss Register که تمام کارهایی که دزدی شدن از موزه بین‌المللی همشون ثبتن و تقریبا میشه گفت که خرید و فروش این کارها اصلا امکان پذیر نیست. اینکه 6 ماه از هنگامی که مسئولان متوجه مفقود شدن این آلبوم شدن میگذرد و این خبر تازه منتشر میشود، آن هم نه از طرف مسئولان که از طرف یک خبرگزاری ایسنا، و اینکه این به اصطلاح انبارگردانی هنوز ادامه دارد نشانه خوبی نیست. و در دورانی که فساد در حکومت و دستگاه‌های اداری کشور به اوج تازه‌ای رسیده، جایی برای خوشبینی زیاد نمیگذارد. برای آلبومی که میتواند در حراجی‌های آثار هنری ایران در غرب ده‌ها هزار دلار به فروش برسد. کسرا ناجی، بی بی سی.
خداداد رضاخانی، پژوهشگر و مدرس تاریخ در دانشگاه پرینستون با ما هست و در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای رضاخانی، کمی اول بهمون از اهمیت این آلبوم ها بگید. خب اهمیتشون که خیلی زیاده. این یکی از بزرگترین مجموعه آلبوم های سلطنتی جهانه. فکر میکنم شاید واقعا یکی از حداقل در خاورمیانه بی نظیر باشه، ولی حتی در بقیه دنیا هم کم نظیره. مجموعه بسیاری از عکس ها و شیشه های عکس و خب درصد بسیار پایینیشون منتشر شده و تعداد زیادشون هیچ وقت حتی دیده، یعنی از طرف غیر متخصصین و کسانی که روشون کار میکنن اصلا دیده حتی نشدن. و خب اهمیتش هم از نظر فرهنگی، هم از نظر کلن تاریخ عکاسی و تاریخ آلبومداری، و بعد خب از نظر مالی بسیار بسیار زیاد. یکی از کارشناسا در گزارش کسرا هم شنیدیم که میگفت فروش این عکس ها کار راحتی نیست. به نظر شما هم همینطوره؟ و اگر اینطوره چه نیتی میتونه پشت این قضیه باشه؟ والا اون درست میگن، فروش یه همچین چیزی رو آسان نخواهد بود. یعنی برای اینکه ثابت کنیم که عکس، یعنی اون کسی که بخواد بفروشه، برای اینکه ثابت کنه که این عکس ها واقعیان 100% باشون آشنایی داره و به محض اینکه آشنایی داشته باشه و بدونیم که واقعی هستن، تقریبا فکر نکنم هیچ آکشن هاوسی توی دنیا اینا رو به صورت رسمی بفروشتشون. بنابراین از اون نظر درسته که واقعا فروششون تقریبا غیر ممکنه، ولی البته خب همیشه کارهای غیر ممکنه. ولی در بازار سیاه ممکنه بشه این کارو کرد. بازار سیاه ممکنه، ولی اونم به کسی که فقط توی بازار سیاه داشته باشدشون و هیچ وقت به کسی نشونشون نده، چون به محض اینکه کسی که روی اینا کار میکنه اینا رو ببینه حتما به جا میاره که این. چون کسانی که این رو الان مفقود شدن اعلام کردن و کسانی که روش کار میکنن میدونن کدوم بخش از مجموعه هستش که گم شده، یعنی به هر حال اینا توی فهرستاشون دارن. بلکه از اون نظر درسته. من نمیتونم حدس بزنم چرا کسی ممکنه دزدیده باشه. من فکر میکنم که اون امکان مفقود شدن بسیار زیاده، برای اینکه متاسفانه با توجه به اینکه با همونجوری که گفتن کاخ گلستان مجموعه بسیار مهمیه، ولی بودجه خیلی زیادی نیست و توجه خیلی زیادی همیشه بهش نشده. مسئولینش همیشه اون بودجه که لازم بوده رو نداشتن. حتما که آلبوم خانه یکی از به قول معروف پروتکت شده ترین جاهای کل کاخ گلستان هستش و اصلا دسترسی بهش بسیار بسیار سخته، ولی به هر حال بودجه که همیشه لازم بوده نبوده و این واقعا ممکنم است که مفقود شده باشه. ولی اگر دزدیده شده باشه من هیچ دلیلی نمیبینم براش، غیر از اینکه یه آدمی که علاقه شخصی داره یا امیدوار آبا از آسیابا بیفته و بعدا خورد خورد این عکس ها رو بفروشه، که البته فاجعه ای خواهد بود، ولی تنها دلیلی که میتونم بهش ببینم اینه، یا اینکه یه علاقه شخصی یه نفر رو فقط برای خودش دزدیده. معمولا این عکس ها دیجیتال میشه در یه پروسه ای در تمام موزه ها و بعد دوباره برمیگرده. نمیدونم که این پروسه آیا در ایران اتفاق در مورد این عکس ها اتفاق افتاده یا نه، اما کمی بهمون بگید که در شرایطی در کشورهای دیگه از عکس های این چنینی چطور نگهداری میکنن؟ جور خیلی متفاوتی نیست. توجه کنید که این آلبوم های بسیار بسیار عجیبی هست. این آلبوم هایی که در دوران قاجار درست شدن، یعنی ما آلبوم عکس معمولی که تو خونمون داریم راجع بهش صحبت نمی‌کنیم. آلبوم های بزرگی حسن اصلا تکون دادنشون سخته، بعد این عکس ها جوری در اون آلبوم ها گذاشته شدن که خیلی راحت نیست اسکن کردنشون. در جای دیگه دنیا هم خیلی متفاوت نیست، به همین صورت مجموعه نگهداری میشه. جای مختلف میبینیم که یواش یواش دارن پول میگیرن و اینا رو دیجیتایز میکنن. مثلا در کتابخونه‌های بزرگی که در ایرلند، در بریتانیا، در آلمان، در امریکا هستم، بسیار داریم که هنوز اسکن شده همه اینا وجود نداره. بعضی از اینا حساسیت‌های خاصی هم طبیعتاً روش هست و به راحتی نمیشه اسکنشون کرد، ولی کلاً از نظر تکنیکی هم خیلی راحت نیست و چندین حدود 40,000-50,000 عکس و شیشه عکسه. به نتیجه به این راحتی نیست اسکن کردنشون. از پروسه اسکن کردنشون خیلی متفاوت با بقیه دنیا نیست. البته بازم به خاطر کمبود بودجه کمتر انجام شده و پژوهشگرای کمتری بهش دسترسی داشتن، ولی از اون نظر واقعا نمیشه خورده. ممنونم از وقت شما، خداداد رضاخانی، پژوهشگر و مدرس تاریخ با ما. اما اجازه بدید یک بار دیگه به بیروت بریم، جایی که آتش نشان ها
همچنان در تلاش هستند آتشی رو که در اثر یک یا دو انفجار بزرگ، حداقل یکی از اونها که در تصاویر ضبط شده بسیار بزرگ هست، در بیروت، در بندری در بیروت اتفاق افتاده، همچنان آتش نشانها در تلاش هستند تا اون رو خاموش بکنند. رئیس جمهور لبنان مایکل میشل اون تلاش کرد امروز درخواست جلسه اضطراری دفاعی کرده و همزمان نخست وزیر هم فردا رو، یعنی چهارشنبه رو، به عنوان روز در واقع عزای عمومی اعلام کرده. دست کم گفته میشه که 10 نفر در این حادثه یا در این انفجار کشته شدند. علت اون هنوز مشخص نیست. صدها نفر هم زخمی شدند. همونطور که میبینید شدت انفجار چنان زیاد بوده که حتی ساعتها بعد از انفجار هنوز نتونستند اون رو خاموش بکنند. تصاویر زمانی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، شدت انفجار باعث حیرت بسیاری شده بود. 10 کشته و صدها زخمی تا اینجا داشته. علت حادثه هم هنوز مشخص نیست. اما کرونا باعث لغو بسیاری از جشن‌ها، کنسرت‌ها و مهمانی‌ها در سراسر جهان شده. اما مدیران برنامه‌های فرهنگی هم بیکار نشستن و با وجود محدودیت‌ها جایگزین‌هایی برای اجرای کنسرت و جشن پیدا کردن، مثل سینماهای ماشین رو در فضای آزاد. حالا برای اولین بار یک دیسکو ایرانی در سینمای ماشین روی شهر دوسلدورف آلمان برگزار شده. بامداد اسماعیلی هم به این دیسکو رفته و این گزارش رو برای ما ساخته. در این دوران کرونا یکی از اصلی ترین کسانی که صدمه دیدن برنامه گذاران، کسانی که دیسکو و کلاب دارن و دی جی ها هستند و امروز برای اولین بار در این مکان در سینمای ماشین برنامه ایرانی و دیسکوی ایرانی برگزار میشه. ببینیم که به چه صورت برگزار میشه. دی جی ها هم روی سن الان دارن آماده میشن و چند دقیقه دیگه هم ماشین ها دیگه وارد میشن. آخرین تدارکات روی سن قبل از شروع دیسکو. پیمان یوسفی خودش را به قول معروف گرم می‌کند. واقعا برای اولین باره که همچین پارتی ایرانی اجرا میشه. برای خود من یه سورپرایز خیلی بزرگه. امیدوارم که بتونیم امشب اینجا رو با هم منفجر کنیم. پیمان یوسفی یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین دی‌جی های ایرانی در آلمان است که قبل از کرونا هفته چند برنامه داشت و حالا هیچی. میگوید دست و پایش برای اجرای مجدد روی صحنه از خوشحالی میلرزد. اولین دیسکوی ایرانی درایو این یا ماشین رو به خاطر شیوع کرونا تحت شرایط خاصی برگزار شد. مهمانان باید از قبل به صورت آنلاین بلیت میگرفتند و اسم و آدرس و شماره تماس خود را اعلام میکردند. در ضمن عده بسیار کمتری نسبت به قبل می توانستند در این جشن حضور داشته باشند و باید فاصله اجتماعی را هم رعایت می کردند. والا دفعه اول نمیدونیم چی پیش میاد. حالا ببینیم. امیدواریم که همه چیز خوب باشه. حداقل تا آخرش خوب پیش بره. کافیه. شاد باشیم همیشه. بعضی برای تفریح نوشیدنی خودشون را آورده بودند. همه چی هم بگو چی نیاورد. مایتای برای خانوما، برای آقایون مایتای قوی‌تر، ویسکی هم داریم. بعضی دیگر هم برای شاد بودن با طعم هندوانه خودشان را گرم می‌کردند. برای اولین بار. چه مزه‌ای. خوشمزه. دیسکوهای انرژی پارتی جزء لوکس‌ترین و معروف‌ترین پارتی‌های ایرانی در اروپا هستند. 27 سال از تأسیس انرژی پارتی می‌گذرد. بهروز نژاد مؤسس آن وقتی از مجاز بودن کنسرت و پارتی در سینماهای ماشین رو در دوران کرونا باخبر شد، دنبال برگزاری دیسکوی ایرانی در چنین فضایی رفت. یه مقدار به قول معروف گشتیم، دیدیم نه تا حالا هیچ کسی این کارو انجام نداده. بعد به این ایده رسیدیم چه بهتر که انرژی پارتی، چون همه میدونن که همیشه نوآوری داریم. گفتیم انرژی پارتی همچین به قول معروف برنامه برای هموطنان، چون خیلی اما درخواست کردن چه پارتی نمیذارید دوباره، چون دیگه همه یه مقدار غمگین شده بودن، میخواستن دوباره همدیگر رو به قول با هم باشن یه مقدار بیشتر از همیشه.
سر همین ما به این نتیجه رسیدیم، بس بذار همچین پارتی را انجام بدیم. تو چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگاری احساسی هست، قبل دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. در دیسکوی ماشین رو صدای موسیقی فقط روی سن برای دیجی ها شنیده می شد و مهمانان باید از رادیوی خودرویشان به دیجی گوش می دادند. با این حال آنها به وجد آمدند. ظاهراً کرونا باعث شده بود که غیر در کمر خیلی ها گیر کرده باشد. خیلی فقط منتظر بودیم پارتی باشه. چه تو خونه بودی؟ دیسکو در سینمای ماشین رو مردم رو از خانه هایشان بار دیگر به پیست رقص آورد. یکی دیگر از مزایای این مدل مراسم این است که می شود وسط پیست رقص کیک تولد هم خورد. بابا کیکر یه خواهی شلتر درست می کردین یا کتلت ایرانی. یا اینکه میشه سیگار کشید. نه جدی، ولی این دیسکو خوبیش اینه که با کسایی که دوست داری جمع می، ولی مثلا اون دیسکوهایی که هستن خب خیلی شلوغ، همه تو همه، این فقط جمعی خودت یا خودت حال میده. در این پارتی حتی شهردار دوسلدورف هم حضور داشت. او به مهمانان خوش آمدگویی و از ایرانیان دوسلدورف تقدیر کرد. خیلی از ساکنین دوسلدورف ایرانی هستند و از ویژگی‌های شهر ما به شمار می‌روند. برای همین خوشحال هستم که به انرژی پارتی دعوت شدم. با اینکه مردم به قول خودشان حال می‌کنند، اما قرار است این مدل پارتی فقط همین یک بار برگزار شود. دستن در کاران انرژی پارتی می‌خواستند در این دوران کرونا با اجرای اولین دیسکوی ماشین روی ایرانی برای همیشه در خاطر مهمانان خود بمانند. بامداد اسماعیلی، دوسلدورف، آلمان. اگر یه وقت شما هم تصمیم گرفتید انرژی پارتی برگزار کنید، فقط طور خدا یادتون باشه که یه نفر نباید خیلی خودشو بسازه و بعد اون ماشینا رو رانندگی کنن و برگردونن بقیه رو به خونه برسونن. ممنونم که در این 60 دقیقه همراه ما بودید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب هم تماشا کنید. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.